با توجه به وجود حوادثی نظیر زلزله، آتش سوزی، جنگ، آلودگی محیط به گازهای شیمیایی و غیره، حضور نیروی انسانی برای شناسایی محیط و امدادرسانی بسیار مشکل و خطرناک است. بنابراین برای امدادرسانی و نجات مصدومان، ساخت ربات‌های امدادگر از اهمیت خاصی برخوردار است. انواع ربات امدادگر: ربات امدادگر زلزله، ربات امدادگر پرنده، ربات‌های امدادگر اعماق زمین، ربات نجات آتش نشان، مار رباتیک، ربات سوسکی. ربات امدادگر زلزله: محیط‌های تخریب شده بر اثر زلزله به دلیل احتمال پس لرزه و ریزش مجدد آوار، خطراتی برای حضور انسان و ورود امدادگر به همراه دارد. بنابراین برای شناسایی و نجات افراد از زیر آوار از ربات‌های امدادگر استفاده می‌شود. این ربات‌ها قادرند از موانع و مسیرهای دشوار عبور کرده و اطلاعاتی از وضعیت حیاتی مصدومان مانند دما، حرکت، صدا و گازهای تنفسی را به مرکز کنترل گزارش کنند. ربات امدادگر پرنده: ربات هایی که ظاهری شبیه پرندگان و یا هلیکوپتر دارند می توانند تصاویر یک نمای بزرگ از نواحی تخریب شده را ارسال کنند. ربات هایی که شبیه هلیکوپتر هستند می توانند به زمین نزدیکتر بشوند، از طریق پنجره ها به داخل خانه ها بروند و اطلاعات مورد نیاز از وجود مصدومین و وسعت خرابی محل را به دست آورند. ربات های امدادگر به اعماق زمین: در حادثه ریزش معدن، وجود مواد سمی و خطرناک، احتمال انفجار و از همه مهمتر ریزش مجدد دیوارها کار را برای نیروهای امداد و نجات سخت می کند. استفاده از ربات های امدادگر می تواند گزینه‌ای مطمئن و مناسب برای کمک به کارگران معدنی باشد که گاه در اعماق زمین به دام می افتند. مار رباتیک: این ربات قادر است به گوشه های تیز بخزد و از درون شکاف های باریک عبور کند و به کمک حسگرها و دوربین های تعبیه شده در ساختارش تصاویر محیط را به مرکز کنترل ارسال کند. ربات نجات آتش نشان: تا کنون ربات های آتش نشان متفاوتی طراحی و ساخته شده است. کاربرد این ربات‌ها می‌تواند رسیدگی به حال مصدومان یا خاموش کردن آتش باشد. به عنوان نمونه، رباتی که مشاهده می‌کنید با انتقال مصدوم به محفظه خود، او را به صورت امن از محل حادثه خارج می‌کند. ربات سوسکی: محققین با انجام آزمایشات مختلف بر روی سوسک‌ها متوجه شدند که این حشره توانایی بالایی در عبور از موانع دارد، به طوری که در کمتر از یک ثانیه می تواند خود را از مسیر مسدود شده بیرون بیاورد و از سوراخی که به اندازه یک چهارم بدنش است عبور کند. بنابراین با الگوگیری از آن، ربات های بسیار ارزان و مقاومی را طراحی کردند تا در شرایط دشوار به کمک انسان بیایند.